بهروز نعمتی از مخالفت هیئت رئیسه مجلس با مطرح شدن طرح سفوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای تا پایان تهدیدهای آمریکا خبر داد. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است دولت آمریکا درگیر بازی میان جمهوری خواهان و دموکرات ها شده و ما نباید در این وادی بیفتیم طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای های حسده ای یک طرح جامع و اطراف است لذا به نظر می رسد دیگر نیازی به مطرح شدن طرحهای دو یا سفوریتی جدید درباره مذاکرات هسته ای نباشد روز یکشنبه جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس از تهیه یک طرح سفوریتی خبر داد که در صورت تصویب نهایی آن مذاکرات درباره برنامه اتمی ایران تا پایان تهدیدهای آمریکا و عذرخواهی رسمی این کشور طی یک بیانیه متوقف خواهد شد با این حال تعدادی از اعضای فراکسیون رهروان ولایت که از آن به عنوان فراکسیون اکثریت مجلس نام برده می شود روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه از مخالفت اعضای این فراکسیون و همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس با طرح سفوریتی موسوم به توقف مذاکرات اتمی خبر دادند مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه انجام یا توقف مذاکرات اتمی تنها به اذن رهبر جمهوری اسلامی صورت میگیرد پیش بینی کرد تر سفوریتی توقف مذاکرات اتمی در صورت تصویب در مجلس توسط شورای نگهبان رد خواهد شد محمد رضا هنر نایب رئیس مجلس ایران نیز با حضور در برنامه تلویزیونی نگاه یک در مورد مذاکرات هسته ایران با کشورهای پنج علاوه یک گفت ادامه مذاکره زیر سایه تهدید دیگر نامش مذاکره نیست اگر قرار باشد ما را با مسائل نظامی تهدید کنند دیگر سرداران دیپلمات خود را به میدان نمیفرستیم و از دیگران و امکانات دیگر خود استفاده میکنیم. کنیم و با این حال اضافه کرد اما ما قرار نیست احساسی تصمیم بگیریم آقای باهنر در این برنامه که روز شنبه 19 اردیبهشت ماه پخش شد در اشاره به رویکرد شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در رابطه با توافق هسته‌ای احتمالی تاکید کرد ایران قرار یک مقابله بچگانه بدون ریشه احساسی در برابر کنگره را ندارد اما تاثیر اتفاقات کنگره بر مذاکرات را رسد می کند. نایب رئیس مجلس در رابطه با پیوستن به پروتکل الحاقی نیز صریحا گفت در شرایط کنونی مجلس به هیچ عنوان آن را تصویب نخواهد کرد وی افزود دولت میداند که اکنون زمان ارائه لایحه پروتکل الحاقی نیست و این پروتکل زمانی می تواند به مجلس ارائه شود که همه تحریم ها لغو شده باشد و مدتی از این امر بگذرد و ما اعتماد کنیم که رقیب به فکر بازگشت به گذشته نیست همزمان با اظهارات نایب رئیس مجلس در تلویزیون دولتی ایران علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در جلسه ای که صبح روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه با اصولگرایان رهروان ولایت برگزار شد خواستار حمایت جدی از تیم مذاکره کننده هستی و پرهیز از واکنش های سریع و بدون فکر در این زمینه شد به گفته یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آقای لاریجانی در این جلسه شدیداً با واکنش های تون از جمله ارائه طرحهای غیرکارشناسی سفوریتی که به امضای چند نماینده رسیده مخالفت کرده است. رئیس مجلس در ادامه گفته است مجلس هیچ زاویه‌ای با تیم مذاکره کننده هسته ای ندارد به تازگی حسین سلامی جانشین فرمانده استپا از تیم مذاکره کننده هسته ای خواسته بود در صورت ارعاب و تهدید آمریکا میز مذاکره را ترک کند تا سپاه پاسداران وارد عمل شده و با آنها تعیین تکلیف کند آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنانی جداگانه از تیم مذاکره کننده خواسته بود تا به مذاکره ادامه بدهند اما زیر بار تهدید و تحقیر نروند عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران از اعزام یک گروه بازرسی به مهابات خبر داده است. آقای رحمانی فضلی گفت گروه بازرسی در محل حاضر شده و از ابتدا موضوع را ارزیابی خواهد کرد. در پی انتشار اخباری در شبکه های مجازی در هفته پیش مبنی بر خودکشی دختری به نام فریناز خسروی در هتل تارای مهاباد اعتراض گروهی از مردم به به آتش کشیدن هتل منجر شد. در درگیری معترزین با نیروی انتظامی در روز پنج شنبه دو نفر کشته شدند. سایت های خبری در مناطق کردنشین ایران می گویند با وجود توضیحات مقام های قضایی و سیاسی شهرهای کردنشین طی دو روز گذشته همچنان با فضایی امنیتی روبرو بوده است. آقای رحمانی فضلی درباره حادثه مهاباد گفته است این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. اصل موضوع مسئله شخصی بوده و به نوع رابطه متوفا با فردی که خواستگارش بوده باز می گردد. در آن روز متوفا در شرایطی قرار می گیرد که به خاطر ترس از پنجره هتل به بیرون می رود و به دلیل عدم کنترل سقوط می کند. وزیر کشور گفته است متاسفانه با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه ای از سوی معاندین و ضد انقلاب صورت گرفت این موضوع اجتماعی را به موضوع سیاسی و امنیتی تبدیل کردند و با دروغ پردازی عنوان کردند که متهم عنصر امنیتی بوده و قصد تعارض به متوفا را داشته و وی برای نجات خود از پنجره خارج شده است. آقای رحمانی فضلی گفت است متهم در اختیار نیروی قضایی است و هیچ رابطه استخدامی با دولت ندارد و عنصر امنیتی نیست وی کارشناسی بوده که برای ارزیابی خدمات رفاهی هتل به آنجا می رفته است وزیر کشور گفته است رسانه های معاند با تهیج افکار عمومی مسئله اجتماعی را به گونه ای جلوه دادند که اده ای از جوانان تحریک شده و به هتل تعرض کردند و آن را آتش زدند. ما برای آرام کردن فضا از مردم، معتمدین محلی، روحانیون، ائمه جمعه و فرماندار شهر که از بومیان محل است استفاده کردیم. نیروی انتظامی در محل تقویت شد و بسیار خیشتنداری نشان داد و با وجود اینکه 21 نفر از آنها به خاطر سنگ پرانی مردم زخمی شدند هیچ اقدامی نکرده و مردم را به آرامش دعوت کردند وزیر کشور گفته است در آن شرایط سپاه نیز اعلام آمادگی کرده بود که اگر معاندان قصد انجام کاری را داشتند وارد عمل شوند که به لطف خدا نیازی به این کار نبود از این رو به مردم توصیه می که در مسائل این چنینی تمام زوایای کار را به نهادهای حاکمیتی و قانونی واگذار کنند. سخنان آقای رحمانی فضلی در حالی ابراز شده است که سایت های خبری در مناطق کردنشین ایران می با وجود توضیحات مقام های قضایی و سیاسی شهرهای کردنشین طی دو روز گذشته همچنان با فضایی امنیتی روبرو بوده است. در همین حال روز یک شنبه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور از بازداشت چند نفر در ارتباط با حوادث مهاباد خبر داده است. آقای رئیسی گفت حتما بنا داریم با مسببان حادثه برخورد کنیم. اکنون افرادی در این رابطه بازداشت شدند و حتما نتیجه پرونده توسط سخنگوی قوه قضاییه به اطلاع عموم خواهد رسید. دادستان کل کشور گفت ماهواره ها و شبکه های فضای مجازی به تحریک احساسات مردم پرداختند و با مطالب دروغ این حادثه را به یک بحران تبدیل کردند. رئیسی گفت دشمنان حوادثی را که در هر شهر و ساختمانی ممکن است اتفاق بیفتد را به یک مسئله اساسی تبدیل می کنند که البته این موضوع به معنای برخورد نکردن قوه قضایی با مسببان حادثه نیست زیرا همکنون متهمان این قضیه شناسایی شدند. با پذیرش پیشنهاد آتشبس توسط حوسی ها و طرفداران علی عبدالله ساله در یمن اعتمال آغاز آتشبس از روز سه شنبه در یمن افزایش یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز نیروهای شیعه حوسی روزی یک شنبه آتشبست پنج روزه پیشنهادی عربستان سعودی را پذیرفتند اما اعلام کردند که به هر گونه تخلف از این آتشبس واکنش نشان خواهند داد. پیشنهاد آتش بس موقت و بشر دوستانه از سوی عربستان سعودی پس از شش هفته بمباران سنگین و در پی دیدار و مذاکرات جانکری وزیر امور خارجه آمریکا با عادل الجبل وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام شد روز گذشته خبرگزاری فرانسه در گزارشی از صنعا پایتخت یمن اعلام کرد که نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری اسبق یمن نیست با آتش بس موقت پیشنهادی از سوی عربستان سعودی موافقت کردند. موافقت نیروهای نظامی وفادار به علی عبدالله ساله رئیس جمهوری سابق یمن با آتش بس پیشنهادی سعودی همزمان با بمباران اقامتگاه آقای ساله از سوی جنگنده های سعودی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه سرهنگ شرف لقمان سخنگوی نظامیان پیرو علی عبدالله صالح، روزی یکشنبه گفت موافقت این نیروها با پذیرش آتش بس پاسخ مثبت به میانجیگری کشورهای دوست است آتش بس پیشنهادی از سوی عربستان سعودی قرار است از فردا شنبه و همزمان با سفر رهبران کشورهای عربی با آمریکا برای گفتگو با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اجرا شود در همین حال به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی پادشاه آن کشور ملک سلمان ولی عهد خود را به اجلاس کشورهای خلیج فارس و رئیس جمهوری آمریکا میفرستد پیش از این مقام های عربستان سعودی گفته بودند که ملک سلمان شخصا برای ملاقات با آقای اوباما به واشنگتن خواهد رفت به گزارش خبرگزاری رویترز عادل الجبیل وزیر خارجه عربستان دیروز گفت که شاهزاده محمد نایف رهبری هیئت آن کشور در اجلاس آمریکا را به عهده خواهد داشت باراک اوباما برای اجلاس روز سهشنبه و چهارشنبه از شش پادشاه امیر و سلطان کشورهای خلیج فارس دعوت کرده است خبرگزاری رویترز میگوید مذاکرات اتمی بحران یمن و سوریه از موضوعاتی هستند که انتظار می رود بر سر آنها در واشنگتن و کمپ دیوید بحث شود روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامهای عرب نقل کرده است که نرفتن ملک سلمان به اجلاس نشانه عدم اعتماد او به تضمین است که کاخ سفید در نظر دارد در حمایت از متحدان عرب خود در برابر ایران ارائه کند روزنامه واشنگتن پست نیز از قول مقام های آمریکایی گفته است نرفتن ملک سلمان به نشست کمپ دیوید علامتی مبنی بر نارضایتی از تضمین های امنیتی که قرار است آمریکا به کشورهای عربی خلیج فارس بدهد نیست روزنامه نیویورک تایمز از قالی یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته قرار است ملک سلمان روز دوشنبه برای گفتگو در مورد تصمیم ناگهانی خود در آخرین لحظه با باراک اوباما تماس تلفنی داشته باشد این در حالی است که دولت سعودی اعلام کرده است پادشاه برای نظارت بر آتش بس و ارسال کمک های انسانی به یمن برادرزاده خود را به واشنگتن فرستاده است تحولات مربوط به آتش بس در یمن در حالی است که بمباران های سنگین و پر تلفات ائتلاف عربی در یمن در فاصله شنبه شب تا بامداد یک شنبه برای دومین شب پی در پی استان کوهستانی شمالی سعده را که عمدتا محل زندگی نیروهای حوثی است هدف قرار داد سعودیها در هفته های اخیر فرودگاه بین المللی صنعا را نیز بارها بمباران کردند و از جمله دو هفته پیش با بمباران مانع از فرود یک فروند هواپیمای اعزامی از سوی ایران شدند ایران مدعی بود که این هواپیما حامل کمک های امدادی و از زخمی های یمنی درمان شده در ایران بود اما سعودی ها گفتند هواپیما بار نظامی داشت به همین دلیل جلوی فرودش گرفته شد چهارمین روز برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با حکم تعطیلی یک روزه 29 قرفه و محرومیت آنها از حضور در نمایشگاه بعدی همراه بود. دو کتاب دیگر هم به آثار جمعآوری شده افزوده شدند. اینها همه در حالی است که بحث مواجه با کتاب‌های زیرمیزی نیست بالا گرفته است. در همین حال رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی از بازدید علی خامنه ای از نمایشگاه کتاب در روزهای آینده خبر داده است. صبح امروز محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبری به همراه علی اکبر ولایتی مشاور رهبری در امور بین الملل و غلام علی حداد عادل نماینده مجلس از نمایشگاهی کتاب بازدید کردند همزمان خبرگزاری ها صبح امروز از تعطیلی قرفه یک انتشارات در نمایشگاه کتاب تهران و جلوگیری از عرضه دو کتاب دیگر خبر دادند. قرفه انتشارات صبح فردا ارزکننده ای آثار آیت الله محمد رضا نکونام در نمایشگاه کتاب تهران تعطیل شد به گزارش ایسنا پرونده مدیر این انتشارات در دادگاه ویژه روحانیت در این اتفاق دخیل بوده است همچنین از قرفداران انتشارات فصل پنجم خواسته شده است دو مجموعه شعر از جمله به احترام 35 سال گریه نکردن سروده ی حامد ابراهیم پور را در نمایشگاه عرضه نکنند مرجعی که از ناشر این آثار خواسته است تا این کتاب ها را عرضه نکند ارگان یا سازمانی خارج از حوزه مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است وبسایت کلمه گزارش داده است کتاب علل سقوط دولت ها نیز جمع شده است که سال گذشته به وسیله دکتر محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور از زندانیان سیاسی ترجمه و با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر شد و مورد استقبال گسترده علاقمندان قرار گرفت. این کتاب روز شنبه و پس از گذشت چند روز از آغاز بکار نمایشگاه کتاب تهران با مداخله پلیس امنی از جمعوری شده است. همزمان یقما گلرویی شاعر و نویسنده در نامه به حسن روحانی رئیس جمهوری از جمعآوری کتابش در نمایشگاه کتاب تهران انتقاد کرده است موضوع جلوگیری از عرضه برخی کتاب ها توسط نهادهای غیر از برگزار کنندگان نمایشگاه تا کنون حداقل دو بار در نمایشگاه کتاب رخ داده و رسانه شده است اما مسئولان نمایشگاه ضمن تایید موضوع در این باره به سراحت پاسخگو نیستند این در حالی است که این کتاب ها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار و عرضه دارند. پیش از این همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در نمایشگاه کتاب از جمعوری دستکم 8 عنوان کتاب در دو روز نخست برگزاری نمایشگاه خبر داده بود. همچنین غرفه انتشارات حیان با مدیریت مهدی خزدلی نیز در دومین روز برگزاری نمایشگاه تعطیل شد. آقای امیرزاده گفته است در روز نخست 26 اثر مورد توجه بازرسان ما قرار گرفت که پس از انجام بررسی های لازم تعداد دو عنوان کتاب هر دو در حوزه روانشناسی جمع شد و بررسی 14 عنوان دیگر همچنان ادامه دارد. پیشتر نیز خبر جمعآوری مجموعه شعر منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری سروده فاطمه اختصاری به دلیل استفاده از اشعار این شاعر از سوی شاهین نجفی و درآمدی انتقادی درباره خمینی نوشته آرشین ادیب مقدم و چاپ انتشارات کمبریج از بخش بینالملل جمعآوری شده بود خبرگزاری مهر گزارش داده است که روز جمعه کتابهای من و سیمین و مصطفا نوشته شیبا عرستوی و ملتها چگونه شکست میخورند نوشته دارون اجم و جیمز رابینسون و با ترجمه محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی پور با حضور نماینده پلیس امنیت کشور، حراست وزارت ارشاد و مدیریت اجرایی شبستان صورت جلسه و از نمایشگاه خارج شد. این در حالی است که بسیاری از کتاب‌های جمع‌آوری شده با مجوز ارشاد منتشر شدند و کارشناسان سال هاست از ناتوانی وزارت ارشاد در حمایت از آثاری که به آنها مجوز داده و در نمایشگاه کتاب از سوی کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران جمع‌آوری می‌شود انتقاد کردند. نمایشگاه بین المللی کتاب تا روز 26 اردی بهشت ماه برپا خواهد بود. علی جنتی وزیر ارشاد در جمع معابنان اجتماعی نیروی انتظامی گفته است ادامه سیاست جمع آوری ماهواره ها عملا امکان پذیر نیست. آقای جنتی در مورد کنترل رسانه ها در ایران گفت این کار نه از نظر فنی ممکن است نه مرزهای جغرافیایی و نه الزامات حقوقی داخلی می تواند مانع آن شود آقای جنتی در هجدهمین گردهمایی تخصصی معاونین اجتماعی ناجا گفته است با توجه به برنامه هایی که غربیها اجرا میکنند ماهواره ها را از مدار ۳۶ هزار کیلومتر در مدار هزار کیلومتری کار میگذارند و بدین ترتیب با موبایل هوشمند هر فردی به راحتی میتواند تواند 2000 شبکه ماهواره ای دریافت کند و ما باید از اکنون به فکر برخورد با این پدیده باشیم آن موقع که دیش ندارند که پایین بکشیم و برخورد کنیم نیروی انتظامی ایران طی سالهای گذشته با حضور در خانه ها و اماکن خصوصی شهروندان اقدام به جمع آوری گیرنده های ماهواره ای کرده است به گفته وزیر ارشاد در حال حاضر نزدیک به 9000 کانال تلویزیونی و شبکه ماهواره‌ای و فرامرزی وجود دارد که بیش از نیمی از آن در داخل کشور قابل دریافت است وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است نتیجه پژوهش ها نشان داده که استفاده از شبکه ها در حال افزایش است مهم این است که ما بتوانیم آنها را در اختیار خود گرفته و استفاده کنیم بنابر نتایج تحقیقاتی که به تازگی در فصلنامه متعلق به ارتش ایران منتشر شده استفاده مخالفان حکومت ایران از فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثری بر تغییر افکار عمومی جامعه ایران داشته و از سوی دیگر محدودیت هایی را به منظور مقابله برای حکومت ایجاد کرده است علی جنتی در این حال گفته است فضای مجازی نیز قابل کنترل نیست آقای جنتی همچنین گفته ما نمی توانیم با شبکه های اجتماعی و وبلاگ مقابله کنیم و برای مقابله باید از روش تولید محتوا استفاده کنیم تا با ایجاد برنامه بتوانیم افکار عمومی را تحت تحصیل قرار دهیم وزیر ارشاد گفته است اگر در گذشته می توانستیم از طریق اعمال فشار و از رسانه و با در اختیار داشتن دروازه خبری یا تدابیر ویژه تبلیغاتی افکار عمومی را هدایت کنیم امروز صحنه عوض شده آقای جنتی گفته است تعداد رسانه ها به خصوص رسانه های آنلاین نوعی پیچیدگی ایجاد کرده که امکان کنترل رسانه برای حاکمیت وجود ندارد وی با اشاره به شبکه های اجتماعی گفت بسیاری از افراد در جامعه از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند بخشی از این ارتباطات دوسویه و برخی در داخل گروه رخ می که به هیچ وجه نمیتوان آن را کنترل کرد و مانع انتقال ارتباط شد روز یکشنبه احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه به طور ناگهانی به زیارت مقبره شاه سلیمان عثمانی که در خاک سوریه قرار داره رفته. آقای داود اغلو با یک هلیکوپتر نظامی و اسکورت نیروهای ارتش به این منطقه وارد شده و ضمن زیارت از آرامگاه جدید شاه سلیمان با نیروهای مرزی و محافظ این آرامگاه دیدار و گفتگو داشته. ارتش ترکیه سه ماه پیش مقبره شاه سلیمان رو از محل اصلی خودش واقع در روستای قرهکزا که از توابع استان حلب به منطقه کردنشین اشمه در شمال سوریه منتقل کرد و پرچم ترکیه رو در آنجا به اهتزاز در ترکیه این اقدام رو با بهانه تهدیدات داعش و احتمال تخریب این آرامگاه انجام داده بود هرچند بر اساس معاهده که در سال 1921 میان ترکیه و فرانسه منعقد شده در واقع محل دفن آرامگاه شاه سلیمان بخشی از خاک ترکیه محسوب میشه و بر این اساس ترکیه اجازه برافراشتن پرچم و استقرار گارد محافظ رو داره اما عملیات سه پیش ترکیه در خاک سوریه که به تغییر محل این آرامگاه منجر شده رو سوریه خلاف این ماهده و موازین بین المللی و همینطور تجاوز به خاک خودش قلم داد کرد دیروز هم سوریه در واکنش به حضور آقای داود اغلو در خاک این کشور اعتراض کرده و این اقدام رو بدون اجازه این کشور تجاوز به خاک سوریه خوانده. حالا در این صبح به موازات این فعل و انفعالات این روز هم در واقع در فضای سیاسی ترکیه شایعی بالا گرفته مبنی بر اینکه دولت ترکیه تا پیش از انتخابات پارلمانی که خورداد ماه برگزار میشه احتمالا دست به یک رشته عملیات نظامی در سوریه خواهد زد این ادعا که عمدتا از سوی برخی چهرههای وابسته به احزاب مخالف دولت در روزهای گذشته مطرح شده در واقع این طور استدلال میکنه که حزب حاکم عدالت و توسعه به احتمال زیاد نمیتونه در انتخابات پارلمانی آینده اکثریت کرسیهای های پارلمان رو کسب بکنه و به ناچار باید یک دولت ائتلافی تشکیل بده از این رو یک عملیات نظامی در سوریه نه با هدف کمک به مخالفین اسد یا حتی تلاش برای تشکیل یک منطقه امن بلکه بیشتر به عنوان یک شگر تبلیغاتی از سوی حزب عدالت و توسعه هست در آستانه انتخابات پارلمانی و با هدف تحت تاثیر قرار دادن نتایج انتخابات دولت ترکیه البته ته چند روز گذشته شایعات در این باره رو رد کرده از جمله خود آقای داود اغلو رو چند روز پیش در واکنش به این موضوع گفته بود که این شایعات بیشتر شبیه یک جوک هست و ما چنین تصمیمی نداریم اما به هر روی دیدار امروز آقای داود اغلو از این آرامگاه میتونه باز هم تا حدود زیادی بازار این شایعه رو گرم کنه برخی تحلیلگران سیاسی در ترکیه هم احتمال انجام عملیات محدود نظامی در سوریه ته یک ماه آینده رو رد نمیکنن ولی خب هشدار میدن که این موضوع میتونه بر مشکلات سیاست خارجی ترکیه بیافزاید عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از ورود 17 فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی خبر داد و گفت با ورود این تعداد هواپیمای جدید به ناوگان هوایی یک سال از سن ناوگان هوایی کاهش یافت و چهار هزار صندلی به ناوگان اضافه شد. آقای آخوندی صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دو فروند از این 17 فروند هنوز اجازه پرواز ندارند گفت در اسفند ماه سال گذشته 17 فروند هواپیما در میانگین سن 12 تا 13 سال وارد کشور شدند که به دو فروند از این هواپیماها به دلیل اینکه سنشان بالاتر از 15 سال است اجازه پرواز داده نشده است. آقای آخوندی گفته است با توجه به بهبود روابط بین الملل و تمهیداتی که در مجلس و دولت اتخاذ شد که بنگاه و ایرلاین ها می توانند از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کنند اقدام به نوسازی ناوگان هوایی کشور کردیم. وزیر راه با اشاره به خریدهای جدید گفت تمام پانزده فروند هواپیمایی که عملیاتی می شوند سنشان بالای دو و است و همچنین هواپیماهایی هم در دست خرید است که به تدریج وارد ناوگان می شود. وی تاکید کرد همچنان معتقدیم که این هواپیماها هم هواپیماهای پیری هستند که امیدواریم با لغو تحریم ها به خرید هواپیماهای دست اول و نو دسترسی پیدا کنیم. حمید حبیبی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری نیز اعلام کرده که با پشتیبانی وزیر راه و ترابری و پیگیری یکی از ایرلاین های داخلی نه فروند هواپیمای ایرباس وارد فرودگاه های ایران شدند. حبیبی در توضیح جزئیات این هواپیماها گفته که هشت فروند آنها ایرباس 340 هستند که برای پرواز در مسیرهای دور استفاده می شوند و دیگری ایرباس 321 است. این هواپیماها که ظاهرا عمر متوسطی حدود 15 سال دارند، اواخر هفته گذشته در فرودگاه های امام خمینی و مهرآباد تهران، اصفهان و مشهد فرود آمدند اما هنوز به صورت رسمی وارد ناوگان هوایی ایران نشدند. آقای حبیبی تأکید کرده که روند خرید این هواپیماها قبل از آغاز لغو تحریم ها شروع شده بود ولی معامله و ورود آنها به ایران با مشکلات زیادی همراه بود. با وجود قولهایی که شرکت های هواپیمایی خارجی برای لغو محدودیت ها داده اند، این نه فروند هواپیمای جدید با استفاده از توان یکی از ایرلاین های داخلی وارد کشور شده و برای جلوگیری از ایجاد محدودیت های بیشتر تمام مذاکرات مربوط به ورود آنها به شکل چراغ خاموش پیگیری شد. علیرضا جهانگیریان در مرداد ماه سال 93 گفته بود، ناوگان هوایی ایران در مجموع 251 فروند هواپیما دارد که از این تعداد 108 فروند آن زمینگیر هستند. دو سال قبل علی محمد نوریان قائم مقام وزیر راه وقت در امور هوانوردی گفته بود که فرسوده ترین هواپیماهای موجود در دنیا در ایران هستند و 80 درصد فرودگاه های کشور تنها هفته ای دو پرواز دارند. در همین حال روز گذشته رئیس کمیته نفت، گاز و پتروشیمی مجلس شورای اسلامی از گم شدن یک فروند هواپیمای متعلق به شرکت نفت ایران خبر داد. شکر خدا موسوی گفته که هواپیمای شرکت نفت بدون رعایت ضوابط و مسائل امنیتی و حتی داشتن نقض به شرکتی در کیش فروخته شد اما پس از استعلام مشخص شده که این هواپیما به کیش منتقل نشده و به کویت ارسال شده است او در عین حال تاکید کرده که انتقال این هواپیما به کویت نیز هنوز تایید نشده است آقای موسوی با بیان اینکه پول این هواپیما از منابع صندوق بازنشستگان وزارت نفت تهیه شده از بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت خواسته تا در این خصوص توضیح بدهد هواپیمای نفت ایران متعلق به صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت نفت ایران است این شرکت هواپیمایی که دفتر مرکزی آن در اهواز قرار دارد پروازهای داخلی از مبدع تهران و اهواز به شهرهای مختلف ایران ارائه می‌دهد.